زکی پور هست، البته شجاعیان جدا شد، حالا ضربه زده میشه و توی دروازه. گل برای تیم استقلال در نیمه دوم وقت های اضافه بازی حسمی مرحله یک هشتم نهایی. رقم بزنه با هم ببینیم، دور از دستان جلالی راد که محاسباتش یه چیدن دیواره دفاعی درست از آب در نیومده. مدافعان بلند نشدن تا در مقابل این توپ عکس العمل نشون بدن و به این شکل هر چقدر تلاش کرد دروازه تیمش رو نتونست بسته نگه داره. فرزاد حاتمی، اشجاری، ساموئل حاتمی ضربه را از همونجا میزنه توی دروازه. توی دروازه یه گل دیدنی است. فرزاد حاتمی غافلگیر میکنه امید غلامی رو و با او صحبت میکنه. با هم ببینیم، خیلی قشنگ است، زیباترین گل بازی رو زد و به این شکل استقلال رو با حساب 4-4 تیمایی مثل تراکتورسازی، ملوان، داماش گیلان و زوباهن، سپاهان و توی دروازه. خب یه لحظه میلاد میداوودی بود که انتظارش رو نمی‌کشیدیم که از اونجا بخواد دروازه رو باز بکنه. علی خالصی رو باز کرد، نگاه کنید از کجا به توپ ضربه زد و توپی که به دیرک دروازه برخورد کرد و در دروازه غلطید. عمران زاده جلو میاد و از راه دو پر قدرت و گل. یک گل استثنایی و فوق‌العاده از حنیف عمران زاده. چه شوتی زد عمران زاده به دروازه شهرداری. باز شد استقلال 1-0. عمران زاده از زمین خود استقلال به میانه میدان که رسید ضربه‌اش از پشت محوطه جریمه پر قدرت زد و دروازه شهرداری یاسوج باز شد. استقلال 1-0. و هر بار هم که صحنه آیسته نشون داده میشه دوباره تماشاگران استقلال کلی کیف میکنن. چه این تیم برای تیم‌های ضعیف‌تر هرگز دفاع نکرده تا این لحظه و هرگاه توپ رو گرفته به دنبال گلزنی بوده. یه حرکت آکروباتیک زیبا و توی دروازه، توی دروازه آرش برهانی یک گل بسیار زیبا میزنه. دقیقه 83 استقلال 11 زرتکاران 0. اکبرپور پاس میده و برهانی به این شکل زیبا دروازه رو باز میکنه. از زوایای مختلف گل رو میبینید، این زیباترین گل مسابقه هم میتونه باشه.